أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعائر أنوار المحبة العلوية، وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضية، الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله القرشية، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعالديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومبغضيهم ومبغضي شيعتهم إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. خیلی شب با عظمتی است. تنزل الملائکه و الروح، ملائکه میان، الملائکه، ملائکه جمع الف لام محلا باللام، بعد روح که یا جبرئیل یا اعظم ملک بنا به اونچه که مفسرین گفتن میان. این شب فرق میکنه با شبهای دیگه. شب قدر است اگر قدرش بدانی، شب معنویت است، شب تردد ملائکه است، ولیکن ما چشممون بسته است، گوشمون بسته است، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. میان کجا میان؟ نازل میشن به خدمت انسان کامل، قلب عالم امکان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. نزول الملائكه الى الامام الحجه. فلذا متوجه اون قطب عالم امکان بشیم، قلب عالم امکان. عرضه بداریم همه با هم دیگه بخونیم: اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائك
تا یادم نرفته عرض کنم، کاری انجام میدید، دعایی میخونید، قرآنی میخونید، هدیه کنید به امام زمانتون. یه وقت قرآنیست که من میخوانم، یه وقت قرآنیست که من میخوانم هدیه به امام زمانم میکنم. او وقتی پاش به میان بیاد و شما میبینید کسی به شما هدیه میده، سعی میکنی جبران کنی. اذا واحد اهدا الیکم هدیه، المعروف غل لا یفکه الا مکافات او شکر. امام زمان، من اهدا الى امام زمانه قراءه القرآن. خب امام زمان چگونه جبران میکنه؟ اگر او دستشو بلند کنه من و تو رو دعا کنه، کافی دیگه یک کلمه او بگه، اون انسان کامل. آمدیم هم عرض ارادت کنیم، هم در خانه خدا تضرع کنیم. امشب هم خیلی شب با عظمتی، شب قدر و ماه رمضان، شب 19 ما و شب جمعه و شب رحمت و همه چی دست به دست هم داد. مبادا به غفلت بگذره این یکی دو ساعت. به این دلت توجه کن، به چشمت التماس کن، الا یا عین جودی و سعدینا، توجه به امام زمانت بکن، توجه به خدا و توجه به ولی خدا. من منه الوجود و من به الوجود، من منه الوجود خدا، من به الوجود ولی خدا. کسی که همه وجود از اوز خداست، کسی که وجود خدا به سبب او داده ولی خداست. به یملهی رزق الورا، به وجودهی ثبتت الارض و السماء. بعدم میدونیم ما همه وجود مقدس امام زمانمون این ایام، ایام عزاداریشه، شب ضربت خوردن جدش امیر المؤمنین. آمدیم هم ناله با امام زمانمون هم باشه. روز ازل کالم آدم نبود، جلوه‌ای از روی علی کم نبود. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. کیستی آن که همه عالمی علی جان؟ گر تو نبودی همه عالم نبود. فاش بگو که اول و آخر علیست، در دو جهان ظاهر و باطن علیست. شب جمعه و شب رحمت و امشب بخواییم توبه کنیم.
در خانه خدا بریم، هر شب جمعه منادی میگه هل من تائب هل من مستغفر کل لیلت الجمعه، ولیکن لیلت القدر ماه رمضان شب جمعه خیلی فضیلت داره. قرآن چی میگه؟ قرآن کریم: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اگه اومد خواست توبه بکنه قدم اول چیه؟ فضیلت توبه کننده چیه؟ شب جمعه میخوای توبه بکنید، ببین چقدر تو فضیلت داری. قدم اول، اول خدا بهش سلام میکنه، آمدی توبه بکنی خدا به تو سلام میکنه. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحیم. اگر اومد اهل ایمان توبه کرد، بالاخره هوای نفس شیطانه، لغزش هاست، حالا آمده شب جمعه و شب رحمت و لیلت القدر، آمده میخواد توبه بکنه، فضیلت اولش اینه که بگو خدا به تو سلام میکنه. این توفیق خداست، خدا دستور داده درهای رحمت بازه، استقبال میکنه از بندش، واجب کرده به خودش رحمت رو. کتب علا نفسه الرحمه، بر خودش واجب کرده بندم که بیاد بگه الهی العف رحمتش میکنم، وسعت کل شیء، من عمل منکم سوءا بجهاله، اگر کسی بدی کرد از روی جهالت. جهالت یعنی چی؟ یعنی نمیدانست، بلد نبود، او یک معنی جهالت. جهالت یعنی این که عملی رو انجام بده از روی تعمد نیست، از روی قصد و از روی اعلان جنگ با خدا نیست، بل سولت لی نفسی، هوای نفسه، وساوس شیطانه، جهالت به این معنا. اگر کسی بدی کرد، سوی جهالتی، ثم تاب من بعدهی و اصلا، بعد توبه کرد، برگشت و اصلح، اصلاح کرد. یه وقت حق الناسه، یه وقت حق اللهه. اگه حق الناس توبه کرد باید حق الناس رو بپردازه، اگه اصلاح نکنه فایده نداره. توبه الحق الناس چیه؟ رد و مال الناس، رد و حق الناس. اگر حق الله باشه روزه نگرفته، قضاشو میدونه، نماز نخونده، قضای نماز شو خونه، وجوه شرعی به گردنشه بپردازه، اصلح، اصلاح. توبه فقط لغلقه زبان نباشه، توبه حقیقی باشه، توبه واقعی باشه، ولا لغلقه زبان الهی العب. اما فرمود در اون روایت که اگر کسی چنین باشد، اگر اینقدر گریه بکنه، اونقدر که شن البالی بشه، بدنش خشک بشه، اگر در شکمش مال حرام باشه، در خانش حرام باشه، لا یستجاب له، تاب و اصلح، توبه کنن و اصلاح، فانه غفور رحیم. یک سلام خدا، دو رحمت خدا، کتب علی نفسه الرحمه،
سه چی میکنه خدا با او؟ بدیهاش و سیئاتش رو تبدیل به حسنات میکنه. یبدل الله سیئاتهم حسنات. چطور؟ بدی کرده، یک عالم بدی کرده، همه این بدی ها رو دیگه استحاله. استحاله میدونی یعنی چی؟ سگ میفته در نمکزار استحاله میشه، سگ نجس العینه بر میگرده نمک میشه، میشه طاهر. استحاله میکنه خدا اگر توبه کردی این بدی ها استحاله میشه، سیئات میشه حسنات. این قدرت رب العالمینه. توبه البته توبه حقیقی باشه، توبه و اصلح. دیگه چی؟ خدا دوستش داره. ای توبه کننده خدا تو رو دوست داره. وقتی گفتی الهی العبد، خدا دوست داره. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خدا دوست داره توبه کننده رو، خدا بنده توبه کنندهش دوست داره. دیگه چی کار میکنه خدا؟ فضیلت توبه کننده، نعمت و سعادت بهش میده. و قل استغفروا ربکم. استغفار که کردی چی میشه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. خدا برکتش رو بر تو نازل میکنه. دیگه چی میکنه خدا؟ شما یک توبه میکنی، خدا دو تا توبه میکنه. مرحوم علامه طباطبایی میگه توبه العبد محفوفتن به توبتین من الله. خدا دو تا توبه میکنه، تو یه دونه توبه. توبه ما چیه؟ توبه برگشت از گناه، برگشت به خط بندگی. توبه یعنی رجع، توبه معنی لغویش، توبه توبه یعنی رجع، رجوع، برگشت. توبه اول خدا توبه میکنه. توبه خدا چیه؟ آیه شریفه میفرماید وعلی الثلاثه الذین خلفون. آیه شریفی که اونایی که رفتن توبه کردن، خطایی کرده بودند در جنگ مسلمین، اسرار مسلمین رو فاش کرده بودند، بعد توبه کردند. ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. تاب علیهم یعنی رجوع کرد خدا به اونها. تاب علیهم بالهدایه و توفیق. اول خدا هدایتش کرد، توفیق توبه بهش داد. لیتوبو، تا خدا توفیق نده که ما نمیتونیم موفق بشیم. اینقدر موانع میاد سر کار، سر راهت سبز میشه انواع و اقسام که موفق نشی. اینی که موفق میشی، کار خیلی رو موفق شدی. در مجلس امیرالمومنین موفق شدی، لیلة القدر موفق شدن، خیلی موفق نشدن، خیلی ها رفتن خوابیدن، خیلی ها گرفتاری های دیگه براشون پیش اومد. چقدر باید همه این اسباب، اون مسبب الاسباب، اینها همه دست به دست هم بده تا بنده و جنابانی یه ساعتی بیشینیم، بخوایم توبه بکنیم، بخوایم دعا بخونیم، بخوایم توجه الالله بکنیم. تاب الله علیهم، خدا رجوع کرد به اینها به هدایت و به توفیق، نظر مرحمت کرد. لیتوبو، اینا موفق شدن توبه کردن. وقتی توبه کردن خدا هم مغفرتش رو فرستاد، رحمتش رو فرستاد. خدا برگشت باز به نظر رحمت به اینها. انه هو التواب الرحیم، تو یه توبه کردی، او دو توبه کرده. این کرم خداست. منتها خیلی باید دقت کنید،
زنگ خطر اینجاست. انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت. توبه مال اون کسی است که کاری رو انجام میده به جهالت. به جهالت معنا کردیم یعنی به غلبت شهوه، به غلبت هوا الناس. اما یه وقت گناه میکنه می چرا کنی خوب کردم، یعنی چی، خدا چی، این بساط چیه، این معلوم نیست اینا به این زودی یا اینا موفق به توبه بشن. توبه کسی است که به جهالت انجام میده، قلب شهوت میشه، وساوس شیطان میشه. ثم یتوبون من قریب، بعد بلا فاصله توبه کنه. تا یه لغزشی پیش اومد، برادران خواهران محترم جوانهای عزیز، تا یک لغزشی اومد بلا فاصله توبه کنه. هی نگو حالا ایشالله بعدا توبه میکنه، نه، نگذار یه گناه دوتا میشه، دوتا ستا میشه. وقتی زیاد شد این قلب دیگه از صیقلی در میاد، این قلب پرده زخیم روش میاد. لهم قلوب لا یفقهون بها، مشکل میشه. لهم اعین لا یبصرون بها، آذان لا یسمعون بها. ثم یتوبون من قریب، قریب بد کرده ابنه، خدایا ببخش، خدای اشتباه کردم، خدای تو کریمی، خدای تو ارحم الراحمینی، من بدم، من اشتباه کردم. ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. اما اگر هی گفت بعدن یک مرتبه، چه وقت شد؟ وقتی شد که معاینه است. معاینه یعنی یعاین ملک الموت، هنوز زنده است ها. یه لحظه ای ما آخر عمرمون حیاتمون داریم، لحظه پیش مرگه، لحظات آخر عمره که ملک الموت رو میبینیم. میگن لحظه در روایات تعبیر میکنه لحظه معاینه، وقتی که این چشم دیگه میبینه. فرعون هم داشت این لحظه داشت، ولیکن فایده نداشت. فرعون وقتی حتی اذا، قرآن میفرماید حتی اذا ادرکه الغرق، وقتی داشت غرق میشد، اون لحظه قابض الارواح رو دید، جبرئیل رو دید، چشش باز شد. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل و انا من المسلمين. چه توبه ایم کرد، چه امارتی. آمنت انه لا اله الا، من هی بگفتم انا ربكم الاعلا و قلب میکردم خدای جز معبود بنی اسرائيل و موسا نیست، اوست و من هم تسلیمم. اینجا توبهش قبول نشد چون لحظه